در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از چراغ سبز آمریکا درباره برجام و واکنش ایران، شعله‌ورتر شدن اعتراضات در میانمار با مرگ یکی از معترضان، توافق قدرت‌های غربی برای اتمام جنگ در یمن و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه دوم اسفند، شمار کلی مبتلایان کووید 19 در جهان به 111 میلیون و 400 هزار نفر و تعداد قربانیان به 2.5 میلیون نفر نزدیک شد و بیش از 86 میلیون و 200 هزار نفر نیز بهبود یافتند. در حالی که آمارها در ادامه روند نزولی مبتلایان و فوتی‌های روزانه کرونا در آمریکا حکایت دارد، هند روز جمعه از افزایش نسبی بیماران تازه شناسایی شده و قربانیان کووید 19 خبر داد. از سوی دیگر، نیوزلند که یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با کرونا محسوب می‌شود، واکسیناسیون کرونا را آغاز کرده است. طبق اعلام مسئولان اسپانیا، تقریباً تمام افراد حاضر در خانه‌های سالمندان این کشور دومین دوز واکسن کرونا خود را دریافت کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد این کشور و سایر کشورهای ثروتمند ممکن است لازم باشد بخشی از واکسن‌های کرونا خود را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. چرا که غلبه بر ویروس کرونا نیازمند واکسینه شدن مردم تمام کشورهاست. به دنبال موج دوم کووید 19 در قاره آفریقا، روز جمعه تعداد کل فوتی‌های این قاره از مرز 100 هزار نفر عبور کرد. همچنین پس از انتشار گزارش‌هایی درباره واکسینه شدن دست کم 10 نفر در آرژانتین به واسطه روابط خود با مسئولان وزارت بهداشت این کشور، گونزالس گارسیا وزیر بهداشت آرژانتین از سمت خود کناره‌گیری کرد. در سوی دیگر قرار است به زودی 1000 دوز از واکسن کرونا اسپوتنیک 5 از طریق سرزمین‌های اشغالی وارد نوار غزه شود. چراغ سبز آمریکا درباره برجام و واکنش ایران. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در جریان سخنرانی مجازی خود در نشست امنیتی مونیخ اعلام کرد ایالات متحده آماده تعامل مجدد بر سر برنامه هسته‌ای ایران در قالب گروه 5 به علاوه 1 است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم با تاکید بر اینکه امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران وجود دارد، گفت این کار نیازمند تلاش و دیپلماسی سرسختانه است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده تلاش‌های اتحادیه اروپا برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن را میپذیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به صرف نظر کردن آمریکا از اعمال مکانیسم ماشه در موضوع برجام، خواستار لغو تحریم‌های اعمال شده در دولت ترامپ شد و اعلام کرد ایران تمام تدابیر جبرانی خود را بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها به حالت قبل باز می‌گرداند. از سوی دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی به منظور پیدا کردن راه حلی برای ادامه فعالیت‌های آژانس در ایران، شنبه شب وارد تهران شد. شعله‌ورتر شدن اعتراضات در میانمار با مرگ یکی از معترضان. مرگ نخستین معترض ضد کودتا در میانمار اعتراضات این کشور را شعله‌ورتر کرد. معترض یاد شده یک زن جوان بود که در جریان تظاهرات هفته قبل از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد و سپس جان باخت. پس از کودتای ارتش در میانمار و سقوط دولت آنگ سان سوچی در 1 فوریه، این کشور شاهد برپایی اعتراضات سراسری بوده است. آخرین وضعیت دختر حاکم دبی. پس از آنکه شاهزاده لطیفه دختر حاکم دبی در ویدیوهای اعلام کرد پدرش او را از سال 2018 گروگان گرفته است، سفارت امارات در لندن در بیانیه ای اعلام کرد دختر محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی در خانه تحت مراقبت قرار دارد. پس از انتشار این ویدیوها، آژانس حقوق بشر سازمان ملل از امارات خواست مدارکی داله بر زنده بودن و سلامتی شاهزاده لطیفه ارائه دهد. عفو بین‌الملل در سپتامبر سال گذشته اعلام کرده بود دختر حاکم دبی پس از دستگیری به دنبال دومین تلاش خود برای فرار از امارات در مکانی نامعلوم نگهداری می شود. انتشار قریب الوقوع یک گزارش اطلاعاتی درباره قتل خاشقچی. طبق اعلام روزنامه واشنگتن پست، در روزهای آینده گزارشی از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی منتشر می شود. گزارشی که در آن نتیجه گیری خواهد شد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقچی را صادر کرده است. خاشقچی از روزنامه نگاران واشنگتن پست در سال 2018 و بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید.
توافق آمریکا و اروپا برای پایان جنگ در یمن. وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا با برگزاری نشستی در پاریس توافق کردند که برای اتمام جنگ یمن با یکدیگر همکاری کنند. وزرای خارجه این چهار کشور از حمله اخیر انصارالله به استان مارب ابراز نگرانی کردند و از تمام طرف‌های یمنی و انصارالله خواستند به شکل سازنده وارد روند سیاسی شوند. انصارالله اما مواضع بین‌المللی در این خصوص را محکوم و آن را پوششی بر ادامه تجاوز و محاصره یمن عنوان کرده است.